درود دوستان عزیز تو این درس میخوایم با همدیگه توانایی رو یاد بگیریم چیزی که ما میشناسیم کنن هست یعنی توانستن ولی میتونید به نحوهای دیگه هم بیان کنید یا بشنوید که میخوایم با هم دیگه اینجا یادش بگیریم اول کلمه توانایی رو من بیام بهتون بگم فیشکایت، لایستونگ و شتیاکه به معنای توانایی هستن که به توانایی نیرو بازویی مکانیکی ماشینی یا حتی کامپیوتری برمیگرده ولی فیشکایت اینجا یعنی یک توانستنی که از پس یک کاری برمیام من فیشکایتش رو دارم که مثلا آلمانی یاد بگیرم ولی لایستونگ معمولا به چیزای برمیگرده که شما یک مهارت رو یاد گرفتید حالا میخوایم بگید که من از این مهارتی که یاد گرفتم میتونم توانایی هامو نشون بدم که مثلا من این لایستونگو دارم که با کامپیوتر خوب کار بکنم یا این کامپیوتر خودش چقدر لایستونگ داره چقدر توانایی داره شتر که معمولا به چیزای زور بازویی برمیگرده حالا خودتون گیج نکنید توی مثال ها متوجه میشید که منظور من چی هست حالا یه سری هم توانایی داریم که اینا بیشتر به توانایی های مغزی برمیگرده مثلا میگن تالنت داره یا تاغلیشکایت داره یا توشتیشکایت داره این دوتا خیلی کم کاربرتر هستن و ولی میخواستم بدونیدش که معنای توانایی داره یه موقع میگیم پتانسیال که دقیقا مثل همون پتانسیلی که خودمون توی زبون فارسی استفاده می میتونی ازش استفاده کنی ولی توی آلمانی بهش میگن پتانسیال حالا یه دونم توانایی داریم که به توانایی مالی برمیگرده به اون میگن فرموگن توانایی مالی فرموگن حالا بریم یه چند تا فعل یاد بگیریم که از قرار میشه auslasten. Last لست یعنی بار نیرو کسایی که فیزیک میخوان یاد بگیرن مثلا یعنی یک لستی رو ما اینجا وارد میکنیم اینجا مثلا یه دونه حالت الا کلنگی ایجاد میکنه حالا مثلا این چقدر میره بالا با توجه به این لسته خب این اوس یعنی بار روی چیزی گذاشتن یا مثلا میگین در حد توانایش ازش کار بکشی مثلا یک ماشین رو میگن دست آوتو براخ من نیشت ده آوس یعنی لازم نیست تمام فشار رو بهش بیاری که حد اکثر نیرو رو ازش بگیری خراب میشه حالا یه دونم کلمه داریم شپان خفت که این سری از روش میگذارم به خاطر اینکه خیلی لولش بالا هست لول سه یک شاید مثلا بگیم باست حالا بالا یادتونه گفتم فیش گاید فرمرگن فی پوتنسیال حالا ببینید توی کلمه هات که میخوان به هم بچسبن چی میشه این این لایستونگو به فیش گاید چسبونده اصلا انگار بگی توانایی توانایی ولی نه میخواد بگه توانایی بازدهیش لایستونگ فیشگاید لایستونگ فیش حالا لایستونگز و دوباره میشه توانایی بازدهی میگم خیلی خودتون درگیر نکنید فقط یاد بگیرید که یا بگید یا اگر شنیدید بدونید یعنی چی حالا پتانسیالی که بالا گفتم ببینید اینجا پتانسیال پتانسیال اینجوری نوشته میشه ولی همون پتانسیال خونده میشه ولی اینجا با ست نوشته شده تفاوتش رو بدونید میشه پتانسیال دقیقا یعنی توانایی بازدهی اینجا دیگه فقط توانایی نیست و شپنگ خفت که بالا هم داشتیم گفتیم از روش بگذاریم سر خب حالا اینجا دیگه حسابی میریم توی مثال ها شما میخواین برین سر کار میخواین برین که من توانایی چیا دارم فوقونگز کوالیتیت یا فوقونگز فیشگاید میتونید بگید یعنی توانایی هدایت و رهبری دارم میخواین مدیر بشید میخواید به یک من سه نفر برام کار کنن یا زیر دست من کار بکنن من بالا دست کار کنم میگم من فونس فیشگاید دارم یا فونس کوالیتت دارم یا اوگانیزاسیون تالنت اوگانیزاسیون یعنی ساماندهی تالنت توانایی توانایی ساماندهی اربز فشگاهید یعنی تجارت کردن یا شغلی رو خوب انجام دادن شغل انجام دادن Fähigkeit. Handlungs Fähigkeit. Handlung معنای چونه زدن میده معنای عمل کردن هم میده به یک کاری نه عمل جراحی بلکه یک کاری رو عمل کنی انجام بدی توانایی عمل غشنن فیشگاید غشنن حساب کردن حساب کتاب کردن فیشگاید توانایی حساب کتاب یا محاسبه فورونگز خفت اینجا دیگه فوغونگز کوالیتیت نیست فوغونگز کفته اینجا معنای مدیریت میده دیگه این فوقونگه توانایی مدیریت اویبز فیشگاید توانایی کاری یا همون توانایی تجا... عملی که بالا گفتیم و کجا بودیم؟ اینجا سالونگز اون فیشکایت حالا فیشکایت رو گفتم اینجا اون بهش میچسبه گفتیم یک چیزی رو میکنه غیر اون دقیقا عین یک غیر عمل میکنه غیر توانا بودن برای سالونگ کردن عدم توانایی برای پرداخت شما پول نداریم پرداخت کنید میگین ایش بین سالونگز اون فیش من توانایی پرداخت ندارم پس شما یک سالونگز اون فیش دارید سالونگز مستشتاب مستشتاب یعنی مقیاس اندازه ابعاد سال لائ... منظر میکنم چون گفتم لا سال، لایستونگز مستشتاب مقیاس توانایی حالا برای چیزهای بانکی اینم میگیم که یه خورده لول آلمانیش بالاتر ولی میدونم که شما ها میتونید بونیتت توانایی مالی میخواین بریم بانک میخوایم وام بگیرید میگن بونیتت شما چقدره توانای مالتون چقدر لیکویتت liquidität توانایی مالی هست که این خیلی خیلی بانکی هست من شاید نبیتون بگن نبشنوید زولونس این انگلیسی است ولی توی آلمانی هم میاد و سالونز دقیقا توانایی مالی داشتن نداشتن یه اون بالا داشتیم این وسط یه اون اومده بود شده بود توانا... عدم توانایی مالی و حالا اینجا سالونگز سطح زبان بالا بود ولی هوش شما بالا هست به خاطر همین میدونم که از پسش خوب بر اومدین و چیز یاد گرفتین اگر همه رو یاد نگرفتین یه بار دیگه درس رو گوش کنین تا همه رو یاد بگیرید مهمترین چیز توی یادگیری دوستان اینه که فکر نکنید فردا یادش میگیرم بعدا دوباره نگاش میکنم یادش میگیرم همینجا یاد بگیر تمومش کن برو پی کارش موفق باشین خیلی دوستون دارم شب خوش خدا